من فاطمه کریمی هستم، فعال حقوق زنان و در این ورکشاپ فمینیست فور شینا شرکت کردم تو برلین و این برای من خیلی مهم بود که می دیدم بسیاری از شرکت کنندگان در این ورکشاپ که خودشون عضو فمینیست فور شینا بودن با دید انتقادی به جنبش زنان در ایران نگاه می کردن و کم و کاستی هایی که این جنبش در سالها با خودش هم کرده بود راجع به این صحبت کردن. خود انتقادی که نسبت به خودشون داشتن خیلی جالب بود و این میتونه نه تنها باعث ضعف جنبش زنان در ایران بشه، در دراز مدت در آینده میتونه به قوی تر شدن این جنبش و به شنیدن صداهای دیگر زنانی که تا حالا صداشون شنیده نشده بود، سرکوب هایی که اینها به دلایل مختلف تجربه کرده بودن شنیده نشده بود، این صداها شنیده بشه و فمینیسمی که تا حالا ما اون رو با انگ فمینیسم مرکزگرا میشنیدیم بیاد با اون خود انتقادی به خودش ببین چالش های روبروی زنان، چالش هایی که زنان گروه های مختلف زنان با اون روبرو هستن رو بپذیرن و به رسمیتش بشناسن. اطلاعاتی که داد اینه که در واقع فعالیت در دیاسپورا یعنی چی؟ و این رابطه بین بیرون و درون کشور چجوری میتونه شکل بگیره و در واقع وظایف فعالین فمینیست بیرون از کشور در رابطه ساختن با میدان کار خودشون در بیرون و ایجاد رابطه در داخل چطور میتونه باشه؟ کل بحث خیلی به نظرم که نقاط قوتش این بود که خیلی اینترسکشنال تقاطعی بود، یعنی خیلی مثلا روی مبحث فمینیسم کورد و کلا تجربه کوردها تو ایران خیلی تاکید شد که خیلی به نظرم نقطه قوت مهمی بود. یه چیزی که فکر می‌کنم یه مقداری جاش خالی بود بحث راجع به جامعه ال جی بی تی بود که به اون صورت مطرح نشد. فکر می‌کنم شاید مثلا یه پرسپکتیوی هم که در واقع اکتیویست خارج از کشور میتونن اضافه بکنن و مسئله که تو ایران مطرح میشه همینه، چون همونجور که میدونیم تو ایران به خاطر محدودیتی که هست اصلا امکانش خیلی نیستش که اکتیویست کویر بخوان صدای خودشون رو صورت بلند بکنن. این به نظر میاد مقدار جاش خالی بود، ولی در کل میتونم بگم که خیلی بحث اینترسکشنال و اینکه همونطور که ما جنبش فمینیستای سیاه یا فمینیستای لاتین آمریکا تونستن در دهه‌های مختلف هم نظریه و هم مفاهیم فمینیستی سیاسی خودشون رو بسازن و همچنین به صورت ارگانیک مبارزات خودشون رو در با ابزارهای مختلف پیش ببرن، به نظر میاد که جنبش فمینیستی سیاسی که از قیام ژینا برآمده و پیشینه و تبارشناسی خیلی پیشتری از اون داره هم بایستی این کار رو پیش ببره و گفتمان رهایی بخش خودش رو هم در جبهه‌های مختلف هم تئوریک هم پراتیک و در هم تنیده بتونه که بسازه و یه جوری این به نظر من خیلی کلیدیه دونستن و عمل کردن بهش تا به دام اون فتیشایز کردن یک سری ابزارها و امکانهای به خصوص نیفته و همچنین اون مبارزه لوکال نه رومانتیک بشه، رومانتیزه بشه و نه فتیشایز بشه. به نظر من همونجوری هم که در این ورکشاپ گفته شد، وظیفه اصلی در واقع ما جنبش فمینیست ها دفاع از اون مبارزه که در ایران در واقع جاری هست و وظیفه ما شرکت در همون مبارزات فمینیستی که با مسائل مشابه در همه کشورها انجام میگیره و پیوند مبارزاتی که در ایران در خاورمیانه و در اینجا وجود داره که کار ما در واقع وظیفه اصلی ما پیوند این مبارزات که امیدوارم این بیشتر مورد توجه جنبش دفاع از خیزش جنبش در دیاسپورا از خیزش داخل، خیزش زن زندگی آزادی در داخل باشه و میبینیم که رایه هایی از پدرسالاری، از گرایش های راست و
سلطنت طلب با مطرح کردن شعارهایی مثل در دیاسپورا با مرد میهن آبادی و شعارهای مشابه و یا مرکزیت دادن مبارزه فقط علیه حجاب اجباری به عنوان تمامیت مبارزات زنانه و فمینیستی ما، تلاش هایی که این در واقع جنبش رو، این خیزش انقلابی ژینا رو میتونه به انحراف ببره و وظیفه ما در واقع دفاع از اون جنبش داخل ایرانه.